عربستان سعودی یکی از بیشترین کشورهای جهان است که زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیار زیادی به ویژه از شیعیان را در خود جای داده است در همین راستا یک سازمان حقوق بشری با بیان اینکه حکومت سعودی تصویری غیر واقعی از خود ارائه می دهد از اختصاص جایزه برای حمایت از زندانیان سیاسی در این کشور خبر داد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. دهم دسامبر روز جهانی دفاع از حقوق بشر بود به همین مناسبت سازمان حقوق بشری اروپا عربستان حکومت سعودی را به تبلیغ تصویری جلی و غیر واقعی از خود متهم و تاکید کرد که این کشور به شکل فاحشی حقوق بشر را نقض می کند. در همین رابطه علی الاحمد مدیر مؤسسه امور خلیج فارس در سومین کنفرانس قربانیان نقض حقوق بشر در عربستان مقام های این کشور را متهم کرد که به مسئولان غربی و برخی نهادها کمک مالی می کنند تا در مقابل تصویری غیر واقعی از رژیم حاکم در این کشور ارائه دهند و چشم خود را به روی بسیاری از حقایق و تخلفات ببندند در روز جهانی حقوق بشر تعدادی از سازمان های حقوق بشری خواستار حمایت از بازداشت شدگان در عربستان شدند و تعدادی از شخصیت ها و سازمان در پروژه‌ای به نام خانواده های ما جایزه مالی را برای حمایت از زندانیان سیاسی در این کشور اختصاص دادند. هدف از اعطای این جایزه مالی حمایت از زندانیان سیاسی است که سالها از عمر خود را در مسیر مبارزه با فساد و سیاست های ظالمانه حکومت سعودی هزینه کردند. از سوی دیگر سازمان زندانیان عقیدتی با انتشار اسامی تعدادی از بازداشت شدگان اعلام کرد که حکومت سعودی آنها را به دلیل انتقاد از حکومت بازداشت کرده است. در پایان گفتنی است در حال حاضر 159 زندانی سیاسی و عقیدتی در عربستان حکم اعدامشان صادر شده و در انتظار اجرای آن هستند تعداد زیادی از این زندانیان از شیعیان هستند و برخی از آنان کودکانی هستند که هنوز سنشان به سن قانونی نرسیده است علی اکبری اخبار شیعه